درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و سوم از ماه فوریه. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمتتون هستیم. امروز هم همچنین اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد یک گزارش کوتاه از سفر اوکلاهاما و بعد اشاراتی به وضعیت انتخابات در آمریکا در این فرایند قدیمترین دموکراسی روی زمین. بله، می‌فرماید روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است، دیدن روی تو را دیده جانبین باید، این کجا مرتبه چشم جهانبین من است. یار من باش که زیب فلک و زینت ده از مه روی تو و اشک چو پروین من است، تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد، خر را ورد زمان مدحت و تحسین من است. دولت فقر خدایا به من ارزانی دار، که این کرامت سبب حشمت و تمکین من است. واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش، زن که منزلگه سلطان دل مسکین من است. یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست، که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان، که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است. بله، خواجه حافظ شیرازی. خدمت شما عرض کنم، پیرو همون اطلاعی که مرتب به عرض شما میرساندم، ما به اوکلاهاما رفتیم. در واقع از اینجا به اتفاق دوستان گرامی آقای امیر سعیدی و آقای رضا بدیعی رفتیم و میهمان آقای علوی شدیم. آقای فریدون علوی دوست قدیم، پدر ایشان مرحوم علوی، باقر علوی هم از دوستان بنده بودند سالیان دراز، و بعد با آقای فریدون علوی آشنا شدیم و خانم نازنینشون، و در خدمتشون بودیم. در واقع دو سه شبی که اونجا بودیم و یک جایی هم خیلی خیلی جایی با کلاسی بود به قول امروزی ها، به نام باشگاه نفت یا پترولیوم کلاب، در اونجا سخن گفتیم. جای خیلی مجلل و خوبی بود. سپاسگزاری میکنم از علی گرامی، از هوشنگ، از آزیتا، از کنم که از دکتر مهدی، دکتر شفا و سایر دوستان که بسیارن، میخوام نام ببرم. و صحبت کردیم و بعد هم گفت و شنود و هم کاری که در واقع فرمتش یک جور هست، اول صحبت میکنیم بعد سوالات جواب میدهیم، یه بریک هم داریم در میانه. و جلسه خیلی خوبی بود. خیلی خیلی سپاسگزارم از زحمات همه دوستان در این سفر اوکلاهاما. خب، داستان انتخابات در آمریکا در جریان است. همونطور که مطلع هستید، دو حزب اساسی آمریکا، دموکرات ها و جمهوری خواهان، اینها رقیب همدیگر هستند و حاصل کار که رئیس قوه مجریه است از یک contested election، در واقع contested یعنی رقابت حزبی، حاصل رقابت حزبی است. و در تعریف دموکراسی امروز این contested election وارد شده
تعریف دموکراسی مدرن این است که دموکراسی شیوهی از حکومت است که چیف اگزکتیو یعنی شخصیت اول بر اثر انتخابات رقابت آمیز کانتست الیکشن به اون مقام میرسه و امروز هم فعالیت بسیار شدید هست به ویژه از سوی جمهوری خواهان که در 8 سال گذشته از قدرت برکنار بودند و آقای اوباما عرض کنم که و تخت قدرت بوده است و دوباره دو شخصیت قوی دموکرات در میدان هستند. یکی آقای سندرز هست که ایشون به تحقیق نخستین سوسیالیستی است که برای این کار اقدام کرده در سن 71-72 و به وضوح میگوید که این کشور نیازمند یک انقلاب سیاسی است و او میگوید این عادلانه نیست که 20 نفر در آمریکا ثروتشون برابر باشد با نیم جمعیت آمریکا، یعنی 20 نفر در آمریکا هستند که به اندازه 150 میلیون نفر ثروت دارند. میگوید این با عدالت مناسبتی نداره و نسل جوان بسیار پذیرای سخن او هستند و خانم کلینتون که این اولین انتخابات رو یعنی اولین محل رو برد از آقای سندرز خیلی 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 با یه درصد جزئی بود. آمریکایی‌ها نوطلب هستند، آمریکایی‌ها اهل سلسله نیستند، همواره چیز نو طلب میکنند. کشور دائم نو میشود، هر 4 سال یک بار نو میشود و یک گام به جلوتر و یک گام به جلوتر و یک گام به جلوتر. این اقتصاد آمریکا رو نگاه بکنید، این سیر سعودی داشته است و تکنولوژی به همین وجه، وضعیت بهداشت به همین کیفیت، وضعیت تعلیم و تربیت به همین حال به طرف جلو بوده به جهت اینکه در دست مردم بوده است، به جهت اینکه حکومت قانون بوده است، به جهت اینکه این کشور دارای یک ستون فقرات نشکستنی است به نام قانون اساسی ایالات متحده آمریکا. خب خانم کلینتون از اون سو در واقع می شود گفت در مقایسه با سندرز محافظه‌کار هست، شوهر ایشان 8 سال رئیس جمهوری بوده است و در واقع میراث کلینتون ها دوباره دارد به صحنه می آید، یعنی سلسله کلینتون ها اگه بهتر است بگوییم. و از اون سو شخصیت دیگری داریم به نام آقای جیب بوش که برادرش و پدرش رئیس جمهور بودن، سلسله بوش هم از اون سو. بنابراین ما دو سلسله داریم این رقابت ها و آمریکا چون جای سلسله نیست، بوش که مطلقا شانسی ندارد، یعنی پایین جدول هست. خانم کلینتون البته چرا، اما نسل جوان اقبال کردن و آقای سندرز هنوز زوده در آمریکا شخصیتی بیاد و صحبت از سوسیالیسم بکنه. اینجا در واقع کشور 100% کاپیتالیستی سرمایه داری است، اینجا از این صحبت ها نمی شود کرد. اما آقای سندرز با شجاعت تمام میگوید که مردم آماده یک انقلاب سیاسی هستند که همون سوسیالیسم هست، از طریق در واقع هر که وامش بیش برفش بیشتر، هر که بیشتر ثروت داره باید مالیات بیشتری از اون بگیریم و توزیع کنیم. میگویند redistribution of wealth، یعنی بگیریم و دوباره پخش کنیم در بین مردم که همه حداقل چیزی داشته باشن. صحبت از بالا بردن حداقل دستمزدهاست و خیلی سخنها. بعید است که یک چنین مردی با چنین اندیشه‌ای در آمریکای در واقع سرمایه داری بتواند که قدرت رو به دست بگیرد، اما چون دموکراسی است و نهایتا رأی مردم است که حرف آخر رو میزند، بعید هم نیست. و این مرد بسیار صمیمی است، مرد بسیار شریفی است، سابقه خیلی خوبی دارد. خانم کلینتون هم همینطور. سابقه سیاسی خانم کلینتون رو هیچ کدام از این آقایان
که به میدان آمدن ندارد. بسیار بسیار مجرب هست خانم کلینتون در کار سیاست و عرض کنم که شانس ایشون بسیار بالاست. از جبهه جمهوری خواهان که اینها یه مردمانی هستند دست راستی طرفدار، عرض می کنم که ثروتمندان بزرگ، طرفدار تقویت ارتش، طرفدار فضولی کردن در کار دیگران اینها، و یک آدم عجیب و غریبی هم به ساز و بفروش هم ناگهان به میان آمد، آقای دونالد ترامپ، به ساز و بفروش مشهور، میلیاردر هست این آدم، برای اولین بار آمده به میدان و سر صدایی به راه انداخته. اما در اولین جا البته شکست خورده و دیر سال خیلی عرض کنم حال خوشی ندارد این آقا. و آقای تد کروز سناتوری است از ایالت تگزاس، این ورده، این هم مالی نیست، این آقای تد کروز هم مالی نیست. حالا بعضی دوستان من علاقمند هستم به این آقا، امیدوارم دلخور نشوند، اما اون جاذبه های لازم رو برای ریاست جمهوری ندارد این آدم. اما به هر حال اولین رقابت رو ایشون برده. یه مایکل روبیو هم داریم، کوبایی، اصلا پدرش کوبایی، بارتندر بوده، نمیدونم، کار خیلی پایینی داشته ولی بسیار بسیار باهوشه، اما چهرش خیلی جوانه، مثل بچه های کالج مدرسه است، مثل بچه مدرسه میبقا خودشون میگویند. و این لایکبلیتی یعنی صفت دوست داشتنی بودن یه مطلب هست، الکتبلیتی یه مطلب دیگه است، یعنی قابل انتخاب بودن. شما ممکنه خیلی هوشتون خوب باشه، همه چیز هم درست باشه، وضعیتتون خوب باشه، عرض کنم که قدتون خیلی خیلی کوتاه باشه، شکمتون خیلی خیلی عریض، عرض کنم بزرگ باشه، ممکنه که بگن آقا این الکتبل نیست، واقعا حرفاش خوبه، سیاستاش هم خوبه، ولی الکتبل نیست. تا به امروز ما رئیس جمهور چاق نداشتیم، شاید یک نفر. بنابراین خیلی عناصری وارد کار می شود که بیرون از داستان سیاست است، به فیزیک آدم مربوط می شود و اینها، ولی این روبیو بسیار بسیار باهوش و طرفداران بسیاری هم دارد. آقای بوش رو هم که گفتیم، آقای جب بوش قبلا فرماندار ایالت فلوریدا بود، پدرش جورج بوش و برادرش جورج بوش ها این جنگ های منطقه رو اینها کردن و حقیقتا سیاست های بسیار بسیار بدی رو اعمال کردن، بسیار بسیار بد. باری این ماجرا، حالا مقصود از این سخنان این است که هموطنی گرامی که یه مقایسه بکنیم، ببینیم که ما در کجای کاریم و دنیای مدرن و دموکراتیک چه میکنن. عرض میکنم که وقتی کسی نماینده شد اینجا و شانسش بالا رفت، شروع میکند به انتخاب تیم. تیم رو چگونه انتخاب میکند؟ تیم رو بر حسب قولهایی که داده است، از دیدگاه اقتصادی، ارتشی، عرض میکنم که وضعیت کارگران، در باب طبقه متوسط، تمام حرفهایی که زده و قولهایی که داده برای انجام اینها پیشا پیش شخصیتها رو انتخاب میکند برای وزارتخانه ها و آماده کار میشود. به محضی که انتخاب شد، از روز اول کار آغاز میشه. فکر میکنم رئیس جمهور برنامه 6 صبح، از 6 صبح تا در واقع دیر وقت بعد از ظهر برای کار مردم و سیاست دولت و برای به عمل رساندن نظراتی که داده است و قولهایی که داده است کار میکنه. همه تیم با هم کار میکنن و زیر ذره بین، عرض میکنم، نهادهای دیگر هستند، زیر ذره بین سوپریم کورت هستند، زیر ذره بین سنا هست، شخص رئیس جمهور زیر ذره بین، عرض کنم، پارلمان هست، زیر ذره بین مردم، زیر ذره بین در واقع روزنامه نگاران
و تلویزیون ها همه مقصود انجام کار برای مردم است. این روند دموکراسی است و بدین گونه عمل میکنه. در کشور ما خدمت شما عرض کنم، حالا از این دو سه تجربه که داریم، خب مردم چه میخوان؟ مردم ما عیناً همونی میخوان که مردم آمریکا میخوان. وضعیت بهتر، آزادی، عرض میکنم که رفاه، بهتر کردن سیستم تعلیم و تربیت، بهتر کردن وضعیت جاده ها، ترقی و تعالی برای مملکت. خلاصه خب به معنی که این آقا به قدرت رسید چه میکند؟ شروع میکند تیمش رو جمع آوری میکند، میگوید ببینیم مخالفان ما کی هستن. اول سیستم امنیتی رو برای خودش محکم میکنه، تیم جاسوس ها رو سر جای خودش مینشاند، رفقا رو، عرض کردم از ویژگی های سیستم فاشیستی این است که رفقا جمع میشوند، رفقا رو جمع میکنند. خب میگن حالا عزیزان من ببینید که ما مخالفین ما کیا هستن. از بام تا شام به جای رسیدن به کار ملت، نقشه آدمکشی، نقشه دزدی، نقشه حذف فیزیکی مخالفین، نقشه در واقع بیشتر کردن خفقان، بیشتر کردن رعب و وحشت برای تداوم حکومت غیرقانونی خود، این کار عرض میکنم که رهبران حکومت فاشیستی است. و چنین هم بوده است در این کشور عزیز ما ایران از روزگاری که سیاست جدید در واقع حال و هواش وارد مملکت ما شد، چنین بوده است. همواره زندان، همواره شکنجه، همواره دزدیدن مال مردم و مسئول نبودن. این شخصی که آمده و بر اثر انقلابی، حرکتی، چیزی به قدرت رسیده، از ابتدا با فساد و توطئه علیه مردم شروع می کند تا اینکه حادثه‌ای بشود و این سقوط بکند و این چماق را از دست این بگیرد. این داستان عرض می شود که زندگی ماست، ما ایرانیان. شما نگاه کنید به وضعیت داخل کشور. من فکر میکنم بسیاری از مردم ایران دچار ناراحتی، چگونه ارز کنند، ناراحتی فوق‌العاده هستند. حالا من نمیخوام این ترم علمی به کار ببرم که مسئول واقع بشم بگم که همه دیپریشن دارن، ولی واقعا همه غمگین هستند، همه ناراحت هستند. معلوم نیست که بدهی مردم ما به این آخوندها از کجاست و چقدر هست و که این بدهکاری ما به این دوستان تمام می شود. هیچ معلوم نیست. شما ملاحظه بفرمایید این داستان اتم که 12-13 سال در واقع ادامه داشت، هیچ کس جوابگوی اون همه ضرر و زیان نیست مطلقا و ابدا. چنان است که گویی نبوده. اون دولتی که مردم رو به خیابان ها می کشید در دسته های نمیدونم 10,000 نفری و نمیدونم 20,000 نفری از اعوان انصار خود سینه می زدن که این انرژی اتمی حق مسلم ماست، چه شد این حق مسلم؟ کجا رفت این حق مسلم؟ کجا رفت این همه بودجه های کلان مملکت؟ هیچ کس جوابگو نیست. چرا؟ به جهت اینکه سیستم استبدادی است و فاشیستی است و ملت هیچکاره هستن. ملت هیچکاره هستن. عرض کنم یک بیتی به ذهنم گذشت، نمیدونم از کدام شاعر هست، اما بوی سبک هندی میده. میگوید که درون خانه خود هر کسی شهنشاه هست، زهد خیش منه پا برون و سلطان باش. که البته حالا اینجا این تکیه بر مالکیت داره در واقع، که میگوید هر کسی در خانه خودش مثل پادشاهه، تا زمانی که شما از حد خود بیرون مثل شاه میتوانی زندگی کنی. موضوع آزادی
در بیرون در هست که مفهوم پیدا میکنه، اونجایی که آدم ها به هم میرسن، اونجایی که تشکلات هست، اونجایی که جوامع هستن، اونجایی که در واقع مردم با هم برخورد میکنن به انهای مختلف، جامعه به طور کلی. آزادی در اونجا مطلقا و ابدا شما پیدا نمیکنید در کشور ما. یعنی حتی آزادی این که فرض کنید که یک خانمی و یک آقایی در خیابان میخوان راه بروند و ترس و وحشت این نباشد که آقا شناسنامه در بیار ببینیم که این خانم شما هست یا نیست، همیشه این وحشت هست. یعنی شما به جای اینکه حس خوشی بکنید که در کشورتان میخواهید از منزلتان فرض کنید بروید به سکس سفر، حس ترس و وحشت که کجا پاسدار ما رو میگیرن و قباله ازدواج از ما میخواهید. اجازه بدید. نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، امروز صبح گذرا دیدم آقای اوباما مثل به مسجدی رفته بود و صحبت میکرد در واقع احترام بعدیان و رهبر خوب در جامعه دموکراتیک همین روش رو داره. البته چون دمو یعنی مردم، بنابراین مردم در یک جامعه دموکراتیک همه یکسان دیده می شود. در جامعه فاشیستی نه، مردم از چشم رهبر فاشیست ها کوتاه و بلندن به لحاظ ارزش و همواره جستجوگر این هست که دشمن خیالی پیدا کند و او رو سرکوب کند. این است که یک آدم مثل هیتلر فرض بفرمایید که به قدرت میرسه و اون حرفا رو میزنه و اون جنایات رو میکنه که ما بهتریم، نمیدونم یهودی ها چنین هستن و غیره. چون در حرفهای این آقای دونالد ترامپ در واقع بویی از این مسائل هست، من فکر کنم حرکت آقای اوباما حساب شده بود، بدون جهت که در یکی از این جلساتی که آقای دونالد ترامپ سخن میگفت، یه بانوی مسلمانی در کمال سکوت و سکون به ادب آمده بود، اونجا ایستاده بود و یه پیراهنی هم داشت، نوشته بود سلام علیکم. اینها این آقا داد بیرونش کردن از جلسه، در حالی که اگه من بودم به جای این آقا برعکس می آوردم خانوم کنار دستم باش صحبت می کردم و ازش تشکر می کردم که آمده. این روش دموکراتیک یعنی این، نه اینکه پلیس صدا بزنید و یک شهروندی مملکت رو بیرون کنید به خاطر اینکه دینش اون چیزی نیست که شما دوسته. اوباما امروز مخصوصا، من فکر میکنم اینها مردم رو برمیانگیزه که با آدمهایی که دارای ذهنیت غیر دموکراتیک هستن رأی ندهن. و حرکات آقا خیلی غریبه، حرکات آقای دونالد ترامپ. میگوید من 11 میلیون مکزیکی رو از اینجا بیرون میکنم و بعد دیوار میکشم، پولش رو هم از مکزیکی ها میگیریم. خلاصه حرفایی که میزنه عمق انسانیش بسیار بسیار کمه یا نیست. و در حلقه مثلا فرض بفرمایید که روشنفکری این سخنان جایی ندارد که شما علیه افراد بر حسب دینشون یا قدشون یا نمیدونم قطر شکمشون قضاوت بکنید. این کارهایی بوده که ایشون کرده و بدبختانه طرفداران بسیاری هم پیدا کرده. امروز در جدول دموکرات ریپابلیکن ها ایشون بالاست، هنوز هم
در واقع پاپولاریتی داره. حرکت آقای اوباما امروز فکر میکنم در این راستا بود و گفت که مسلمانان آمریکا خیلی خدمت کردن چنین و چنان. رهبر خوب کسی است که مردم رو در واقع یکسان ببینه و حقوق انسانیشون رو محترم بشماره. وظیفه یک دولت به معنی حقیقی مردمی آن است که همه ادیان رو یکسان نگاه بکند و بارها عرض کردم خدمتتون که دولت وظیفش صیانت از حقوق مردم است، نه اینکه سرکوب کردن مردم به خاطر عقیده. حالا ما وضعیت جداگانه‌ای داریم، ما مشکلات خودمون رو داریم. یعنی یک عده آخوند آمدن اونجا و عرض کنم قوانین آدم های نیمه وحشی 1400 سال پیش رو حاکم کردن، ما باید با اونها مبارزه بکنیم چون طریقشون انسانی نیست و در واقع با ترور و وحشت دارن این کارها رو انجام میدن. بسیار بسیار ما فاصله داریم با یک جامعه دموکراتیک، در حالی که مردم ایران مزه دموکراسی رو چشیدن. اولین کشور بوده در کشورهای جهان سوم که برای برقراری قانون و حاکمیت مردم اقدام کرده و انقلاب کرده، اونم نه یک انقلاب، دو انقلاب. حالا امروز عرض میکنم که چند آخوند آمدن، آخوند رافضی، که همه اون دستاوردها رو به باد فنا دادن و با تعصبات خارق العاده زندگی میکنن. یعنی شما نیک بنگرید به وضعیت یهودیان ایران و وضعیت زرتشتیان ایران و وضعیت بهائیان ایران، ببینید که رفته رفته جامعه داره کاملا یک شکل میشه و رژیم فاشیستی هم همین رو میخواد. هیتلر در روزگاری که به قدرت رسیده بود و در قدرت بود حدود 400 قانون در واقع از اون راشتاگ خودش تصویب کرد، اینا رو مینوشت. وقتی که شروع کرده بود به بیرون کردن یهودیان و بعد کشتن یهودیان، دستورات صادر میکرد که از فردا در مراکز دندون پزشکی یهودی نباشد. پس فردا دوباره یه قانون در مراکز دانشگاهی، در رشته های ادبیات و فلان، علوم اجتماعی یهودی نباشد. رفته رفته جامعه رو میخواد یک رنگ بکنه، یک لباس به تنشون بکنه و در واقع اینها فقط جانشون و عقایدشون و نیروهاشون رو در اختیار حضرت رهبر بگذارن. خب آخوندهای ما هم همین هستن. وحدت کلمه که میگفت آقای خمینی مقصودش همین بود. جامعه مترقی رنگ رنگه. جامعه مترقی شما عرض میکنم ادیان مختلف میبینید، آدمهای مختلف میبینید، سیاهان، سفیدان، سرخان، همه انواع و اقسام آدمها زیر سایه قانون زندگی میکنند بدون اینکه تعصبی در کار باشد. عرض کردم ستون در واقع این کشور پایداریش قانون اساسی این مملکت هست که 200 سال هست که چراغ راهنمای این مردم و این مملکت بوده است تا به امروز و همه این قضایا زیر سایه اون قانون هست. واقعا اشاره شد امروز، من نمیدیدم میشنیدم که بعض سخنانی که این آقای دونالد ترامپ گفته است اینا با قانون اساسی مملکت مغایر است. شما ببینید هر جا که تلون کمتر باشه در جمعیت و در مردم، رژیم اونجا خشنتر و سفیهانه تر هست. مثل عربستان سعودی شما نگاه بکنید به وضع عربستان سعودی، ماشاءالله 100% خودشون هستن، چون کسی اونجا جرأت زندگی نداره، نمیتونه زندگی بکنه مگر اینکه حرفه‌ای باشه و اینا بهش احتیاج داشته باشن و ببرنش اونجا کار انجام بده، چاره نفت بکنن، نمیدونم دکل بگذارن. اما ازشون عقیدتی بپرسیم غیر وهابی رو آدم حساب نمیکنه.
که البته این وهابیگری یک نوع فاشیسم اسلامی صد و اندی ساله است که در واقع می شود گفت از بدترین ها بوده که تا به امروز در واقع این انشعاب ها در اسلام نشان دادن. وهابیگری اولین هدفش کشتار شیعیان. شما فکرشو بکنید، حکومت کشتار شهروندان فقط به خاطر اینکه مثلا شیعه هست. خیلی جالبه این روند دموکراسی در آمریکا، آدم بسیار چیزها میآموزه از این رقابت ها و امیدواریم که یک روزی بشود که در کشور ما هم وضعیت اینچنین باشد و مردم نمایندگان خودشون انتخاب بکنن برابر با قانون و در واقع حکومت به دست مردم باشه. شما در این حکومت های فاشیستی، یعنی دیکتاتوری فاشیستی و غیر فاشیستی، وارد اتاق رهبر که میشوید از مردم کسی رو اونجا نمیبینید. همواره رئیس جاسوسان، رئیس چماقداران، رئیس دزدان، رئیس آدم کشان اونجا مشغول توطئه هستن. مشغول توطئه علیه کی؟ علیه ملت، که چگونه با ارعاب و وحشت حکومت رو ادامه بدهیم و چگونه بودجه ها رو تامین بکنیم برای چاوکشان و ارز کنم که چماقداران، و چگونه این مردم رو گمراه بکنیم و چگونه ایجاد فساد و نفاق بکنیم و چگونه اونهایی که دوست نداریم حذف بکنیم و از این دست قضایا. خدمتون قبلا در باب صحبت، این یک در واقع بیماری شگفت‌انگیزی است که در کشور ما حاکم شده است. خب من نمیدونم چقدر وقت داریم. امیر جان چه میزان وقت داریم؟ خب بذارید که من اینجا از بله گفتم 3 دقیقه میخواستم اینجا از این کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس برای شما در باب جهاد بخوانم. و پیش از این عرض کردم که شما اگر میخواهید ببینید که یک عقیده، یک تئوری جامعه رو به سعادت میرسانه یا نمیرساند، در مکانها این که اون تئوری به عمل پیوسته واسه نگاه بکنیم ببینیم آقا اینجا به جای رسیده، به سعادت رسیده، این قوانین اسلام آیا جامعه رو به سعادت رسانده است، اگه رسانده است در کجا بوده، تولیداتش چه بوده، وضعیت چه بوده، که در واقع میگویند که ما وقت نداریم. اجازه بدید که عرض کنم که دوست عزیز ما خانم باران در اروپا آمده است که این سخنان ما رو کوتاه کوتاه جمع‌آوری کرده و در یک سایتی به نام بیمشیری با 2 آی در آخر، بیمشیری اونجا هست. جالبه، برای خود من جالب بود، رفتم نگاه کردم دیدم که خیلی خیلی زحمت کشیده باران و اینا رو جمع‌آوری کرده و در اونجا گذاشته. شما هم میتوانید رجوع کنید، چون باران خیلی زحمت کشیده برای جمع‌آوری قطعاتی که جالب هست و فکریه‌ای درش هست یا فضیلتی درش هست، اینها جمع‌آوری کرده و شما هم میتوانید به اونجا مراجعه بفرمایید. فکر میکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، از اینکه توجه فرمودید از شما سپاسگزارم، از امیر گرامی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.